LG G5 with modular design. The first phone built for fun. خب در خدمت آقای معروف و آقای دوربینی هستیم. ما اسم شما رو نمیدونیم، اول خودتون معرفی بفرمایید. من حسین هستم، نمازی هستم. آقای دوربینی هستم، تو تصویرهای صدا سیما هست. از کجا شروع شد دوربینی بودنتون؟ یعنی اولین دوربینی که شما تو زندگیتون دیدی؟ انقلاب هنوز نشده بود، سال 2536 هنوز انقلاب نشده بود. 2536 هنوز 1357 هم حتی نشده بود. تو مسجد ارگ رفته بودم، عزاداری روز عاشورا اینا بود، بعد مثل که پخش زنده بود. بعد رفتم خونه، آقای فلسفی هم سخنرانی میکرد، بعد گفتن نشون داد و اینا چیزا، بعد علاقمند شدی؟ خیلی علاقمند. خودتون هم دیدید خودتون رو دفعه اول؟ نتونستم ببینم، عزاداری میکرد اینا، پخش زنده بود، نمیتونستم. بعد دیگه از اونجا پیگیر شدید هر جور؟ پیگیرشم، بله. از کجا میفهمیدید دوربین کجاست که میرفتید سراغش؟ خیلی زیادی دارم، مثلا یه دفعه باز دو دفعه تکرار شده اینا، تجربه های خیلی زیادی پیدا کردم از نوع دوربین ها، از اون آدم ها، از اون چیزها، همه اش میتونستم بفهمم کدوم. یعنی دوست داشتید مشهور بشی؟ خیلی دوست داشتم، همیشه مدرسه میرفتم دلم خواست بزرگ شدم آدم مهم و متشخصی بشم. دیدم با تحصیلات اینا نمیتونم، ولی از این راه خیلی جالب و خیلی خوب میشه. تو چه درس خون سخته بریم پشت؟ خیلی سخته، راه خیلی جالب و خیلی خوبه، خیلی خوشم اومد. بعد مثلا یه جایی مثلا 10 تا دوربین هست، 5 تا دوربین هست، بعد شما میفهمید کدوم دوربین الان رو آنتنه یا کدوم دوربین قراره پخش بشه، اینو از کجا میفهمید؟ دقیقاً تجربه خیلی زیادی دارم، با گفتن نمیشه، بعضی چیزا با گفتن نمیشه، بعضی که اون محیطش داره، بعضی که اون چیش داره، نگاه کن میتونم بفهمم که پخش زنده کدوم است. بعد تو خیابون راه میرید مردم میشناسنتون قشنگ؟ خیلی زیاد، خیلی زیاد میشناسن، خیلی با ما عکس میگیرن، چه میکنن، خیلی زیاد. بعد شغل اصلیتون چیه شما؟ من خدمات وزارت ارشاد کار میکنم، اینا کار کتابخونه اینا میکنم، برنامه میاد اونجا میفهمم، بعد دوربینا رو هم میشناسم، کدوم دوربین مال کدوم شبکه هستش، کدوم پخش زنده است، تمام چیزا رو تجربه خیلی زیادید. آقا حسین تو این نمایشگاه چی شکار کردید؟ امروز هم من دو واحد سیاره دیدم جلو در، گفتم حتما هستید شما. بله بله بودم، ولی منتها چون فیلم ها رو اونجا میبرم بعد اجازه پخش میدن. هم کارشون فرمودن که تو وزارت ارشاد کار خدماتی کار انجام میدن، خونه و اینا هستش، ولی همه فیلم ها رو پخش نمی کنن، چون فیلم ها رو میبرن اون و بعد نگاه میکنن بعد اجازه پخش میدن، همه فیلم ها رو پخش نمی کنن. بهتون تا حالا ایراد گرفتم بگم آقا بس کن دیگه چه وضعشه؟ گفتم ولی لذت درونی داشته، نتونستم چی کنم، خیلی دوست داشتم. کوتاه نیومدید شما؟ کوتاه نیومدم دیگه، نه خیلی اون نشونم که میده خستگی میاد بیرون خیلی. بعد خانومتون، بچه هاتون، اونا چه واکنش نشون؟ بهتون نمیگن آقا نکنید؟ نمیدونم خانومم خوششون میاد، خانومم از من جدا شد، به من برای همین سر همین به من میگفت از بین من و صدا و سیما باید یک کدوم انتخاب بکنی. شما دوربین انتخاب کردی؟ کرده بودم دیگه، جدا شد، رفت شهرستان دیگه، نشد دیگه. میگفت از به من احساسی نداری، فقط میخوای تو فیلم. بعد چند سال عقد بودید یعنی جدا شدی؟ جدا شدیم. رفت دیگه ازدواج نکرد؟ نه دیگه جدا شد خانم، رفت چرس. اصلا فکر ازدواج هم به سرتون نزد؟ نه دیگه اونجوری شما همش دنبال دوربینی دیگه، دیگه دنبال خانم زن و بچه دیگه. خانم هم میگم احساسی نسبت به من نداری، فقط میخوای تو رو فیلم بیفتی اینا، با صدا و سیما ازدواج رو کردی بهت. انشالله موفق باشید و روز به روز بیشتر جلو دوربین های بهتر و خوبتر. سلامت باشید. سلامت باشید. ممنونم، مرسی، قربون شما. Thank you.